حدودای 49-50 آقای انور و خانم شهرو خردمند خواستن اودیپ رو کار کنن. از من دعوت کردن که نقش اودیپ رو بازی کنم. فرمی هم که اجرا کردیم یه مثلثی بود که اودیپ جلو بود، ترزیاس، آقای عباس معیری، خانم شهرو خردمند، جوکست. ما ستا رو کوتورنوس که کفشای بلندی بود که یونان باستان میپوشیدن بلند بودیم و بعد گروه اون چی که درون نمایشنامه اتفاق می افتاد مثل طاعون، مثل اومدن پیک خبر آوردن فلان اینا، اودیپ، اونا با حرکات بدنی، حرکات نمایشی بدنی، ما فقط خیلی نوتر بدون اکسان و فشار فقط تکست می گفتیم. و اونجا اولین بار بود که من اینجور بازی کردن رو تجربه کردم. بازی که قرار نیست جای اصلا هر حرکتی بزرگی داشته باشم، از درون میاد تکست و اکسان خاصی نمیگذاری، خیلی نوتر بازی میکنی و مثل که مثلا ماسک داری، تماشاگره که باید ببینه پس پرده ذهن تو چی میگذره، چیزی که تو سینما اتفاق میفته. که من یه دوره این رو تو سینما هم تو نقش سلندر امتحان کردم. این چیزی که تو تئاتر نوعی یونان وجود داره، من این از اونجا یاد گرفتم. یعنی طرف یه ماسک میذاره، میاد رو صحنه حرکت میکنه، میگه من ابرم، و چون ماسک رو صورتشه تو چهره ای از آدمیزاد نمیبینی، تخیلت به کار میفته، میگه من درختم و درخت رو بازی میکنه. و این تئاتر نوعی یونان که من اجراش رو تو پاریس هم دیدم، برای من خیلی این بودش جالب بود. چون وقتی با گروه بروک بعدان کار کردیم، یوشی اویدا خودش ژاپنی بود و اصلا تئاتر کیوگن نو رو، یه نوعی از تئاتر نو اسم کیوگن که بیشتر میگفت جنبه کمدی داره، اون بازی میکرد. و اینجور و واقعا میدید چهره ماسکه، ولی از پشتش یک خروشی بیرون میامد که از درون میجوشید. ما یه روزی تو اداره تئاتر بودیم، بعد نتونستیم بسازیم اونجا، یعنی حالا دلایلش نمیدونم، چون با سعید پورحسینی از جا اومدیم بیرون، یعنی رسما اومدیم به عنوان اعتراض و اینا یه صحبت کردیم و حالا اسم نمیبرم اونجا کی بود و اینا، اومدیم بیرون. گروه های جوری بود که گروه ها کار خودشونو میکردن، ما جایی پیدا نمیکردیم اونجا. و بعدم با آقای خسروی هم سر یه نمایشی که کار میکردیم یه کمی صحبت و بحث و اینا شد، دیگه با اون گروه هم نتونستیم کار کنیم، اومدیم بیرون. و یه روزی من رو تلفنی دعوت کردن که برم کارگاه نمایش. کارگاه نمایش یه جایی بود تو چهارراه یوسف آباد فعلی، تقاطع خیابون جمهوری و حافظ، کوچه کلانتری، پله میخورد میرفت بالا، که بعدها یه ساختمان بغلیش هم برای تمرین گرفتن، چند طبقه بود، هر گروهی میرفت اونجا تمرین میکرد. اونجا دعوت کردن ما رو، ما رفتیم که یه دوره میز نشستن، بیژن مفید، آربی اوانسیان، مهد سفاری، نلبندیان، انور کوچیک ایرج، شهرو خردمند و اینا نشستن. سلام علیکم، نشسته به اینا گفتن که ما تصمیم گرفتیم که از شما دعوت کنیم که به کارگاه بپیوندید. اینا هم آدم هایی رو انتخاب میکردن که اهل تجربه کردن باشن، یعنی به تشخیص خودشون این بود که مثلا این آدمی که میان ذهنیت اینو داشته باشه که اون چوری که آموخته بذاره کنار
حالا دوباره از نو شروع کنه، شاید یه چیز تازه‌ای دستش در بیاد. هدفشون هم این بود که ما توی بروشورشون رو جلدش اینو نوشته بودن، ما هدفمون اینه که کارهایی رو بکنیم که نشده، کمک کنیم به ایده های تازه برای خلق موقعیت های تازه یا برای. و این چیز تازه‌ای نبود، در همه دنیا تئاترهای کارگاهی شروع شده بود. 1960 اروپا رو ببینی، مثلا گروتوفسکی تو لهستان، پیتربورگ تو اونور، این به تقلید از اونها، در واقع به تبعیت از اونها، چون میگفتن تئاتر شده ادبیاتی که روی صحنه فقط گفته میشه. و نمونه درشتش هم راسین کورنی بودن که میدونی یه 3 ساعت 4 ساعت دو تا آدم، 3 تا آدم، 4 چند تا آدم با میسن رو صحنه حرف میزنن، کلام شد. که بعدها دیدیم از دل اینها یه تئاتر بیرون آمد که پر از اکشن، نه به معنای چیز، اکسیون دراماتیک و با فرم های جدید و با برداشت های جدید. مثلا یه پیسی ما دیدیم از یوگسلاوا، مثلا حملت در زیر زمین، اصلا یه برداشت اصلا عجیب غریب بود از حملت. وقتی یکم تونستم که از راه تا زندگی بکنم، که همه کارگاه نمایش که کار میکردم، رفتم دانشکده ثبت نام کردم سال 48، یعنی درست مثلا 8-9 سال بعد از اینکه دور اولم رو با آقای سمندریان گذروندم، حالا دوباره اومدم تو کلاس. اهل تجربه کردن بودم، اهل این بودم یه مجمع یه جایی باشه، یه چیز تازه‌ای بتونم یاد بگیرم، اون حالتی که حالا شعاریش میگن طلبگی، ولی این چیزی بود تو من بود. یعنی من دیدم که تو ایران یه جای کاملی نیست که به من همه چی رو یاد بده، من با هر چی اساتید هستن با اینا کار کنم، که بعدنم کار کردم با همشون، با بیشترشون کار کردم، که 48 اومدم تا 54 طول کشید، 6 سال. 46 سال طول کشید، من که شاید تنبلی نبودم، برای اینکه من شبا اجرا داشتم دائم، یعنی بیکار نبودم بیام تو دانشکده ولو بشم. ساعتای می اومدم که کار داشتم، بعد ساعتای می اومدم که بچه‌ها رو دوست داشتم، مثلا از اونها می آموختم، بچه‌ها از همدیگه می آموختن. مثلا ما طراحی رو مثلا میفهمیدیم با مثلا دوستای نزدیک، مثلا ابراهیم حقیقی بود، مثلا موسیقی هم تمام اساتید بزرگ موسیقی فعلی ما اصلا تو همون دوره دهه 50 بودن، از جمله آقای لطفی، آقای مشکاتیان، آقای علیزاده، اینا همه همون دانشکده، تای دانشکده اونجا کلاساشون بود. و واقعا اون دوره شکوفایی بود از هر نظر که شما بگی. مثلا گالری قندریز اون موقع درست شده بود که خیلی جدید و تازه بود و اینا. ببینید راجع به جشن هنر قضاوت‌های منفی وجود داره، و اون هم به خاطر یکی دو تا کاری که اونجا به نظر من اشتباه بود. اینا می‌خواستم بگم ما آدم‌های دموکراتی هستیم، بعد از تو این دموکراتیک بودن یه چیزایی در میومد که ممکن بود که خوب نباشه. یعنی تماشاگر اون موقع ایرون شیراز مثلا آمادگی برای این کار نداشته باشه، حتی ممکن بود تو پاریس و لندن هم این کار قابلیت اجرا نداشته باشه. حالا استنی بریم از اون کار، یکی دو تا کار بودن که همه هم میدونن، ولی اونجا اینو نمیگن که گروتوفسکی اومد، کانتور اومد، بروک اومد کار کرد، بردن پاپت اومد کار کرد از امریکا، لاماما اومد اونجا کار کرد. گروه های تئاتری در سطح جهانی توی طی 10 روز جمع میشدن اونجا، خیلی معتبر شده بود، به دلیل نمیدونم چه شرایطی بود، مثلا شیراز رو دوست داشتن میامدن، مثلا بجار مثلا کار آورده بود اونجا، خیلی هم گرون نمیگرفتن از اینا. اینا از جشنواره هایی بیشتر پول میگرفتن که مثلا پول نمیگم بودجه نداشتن، ولی در 10 روز ما آدم های رو از سر جهان میدیدیم با اجراهای فوق العاده متضاد.
مثلا گروه بردن پاپت یه گروه چپی امریکایی بود که اینا تو خیابون نمایش میدادن عروسک و نون میپختن به مردم هم میدادن. این دوره که فیلم هم همراهش بود، مثلا فیلم های کوروساوا رو همه رو من اونجا دیدم، یا فیلم های یانچو رو همه رو دیدم، فیلم های برگمن همه رو میدیدم. صبح فیلم بود، عصرا موسیقی و اینا. این خیلی مؤثر بود در درک و آشنایی زیبایی شناسی و دانش هنری آدم های اون دوره. با اون دوره رو واقعا با یکی دوتا کار کار مثلا اشتباه قضاوت نکنیم. من خواستم یکمی این رو از این نظر روشن کنم که جنبه های احساسی ما به این نچربه. به هر حال هر چیزی جنبه های مثبت و منفی خودشو داره. ما رفتیم کارگاه نمایش، شروع کردیم به کار کردن. کارگاه نمایش چند تا گروه بودن. یکی گروه بازیگران شهر بود که آقای اومانسیان تأسیس کرد. بعد از ارگاستی که با پیتر بروک کار کردیم قرار شد اون گروه رو ما نگه داریم. گروه ایرانیایی که با پیتر بروک در نمایش ارگاست در جشن هنر کار کرده بودن، اونا تصمیم گرفتن نگه دارن. بعد اونجا اصلا رسما حقوق میگرفتیم ماهانه که فول تایم کار کنیم. این فول تایم کار کردن توی مثلا اداره تئاتر وجود نداشت. اونا میتونستن برن فیلم هم بازی کنن، میتونستن کارهای دیگه هم بکنن، ولی اینجا ما نمیتونستیم هیچ کار دیگه بکنیم. مثلا من در طی این همه سالی که اونجا بودن، این همه سال که نبود، از سال مثلا 50 تا 54 اونجا بودم. بعد از 54 55 اومدم تئاتر شهر با دکتر رفیعی یک گروه درست کردیم که اینا بعدا خواهم گفت. دوره که ما اونجا کار کردیم، کارگردانامون اول اوانسیان بود، بعد بیژن مفید هم اضافه شد بهش که آقای مفید پیس جانسا رو کار کرد که یه روحوزی مدرن بود و به قدری برای تماشاگر جذاب بود که اصلا بلیتش گیر نمی آمد، چون تمام سالن ما 40 نفر جایگاه داشت و عضوی بودن. میدونی؟ آدم ها باید عضو میشدن با من تماشاگر و اگه میخواستن با خودشون میتونستن یکی دو تا مهمون بیارن. در انجمن ایران آمریکا یه نمایش خودم کارگردانی کردم، یه نمایش هم به کارگردانی داروش فرهنگ با گروه پیاده. اونا یه گروهی داشتن به نام پیاده، یه مدتی من جزوشون بودم. مهدی هاشمی، داروش فرهنگ، سوزن تسلیمی، تعدادی از بچه ها، محمود هاشمی، اینا همه عضو اون گروه بودن. شهر ما یه تورنتو وایده رو کار کردیم یه چند شب در انجمن ایران آمریکا همون دهه 50. بعدش بچه ها گفتن که تو هم باید یه پیس کار کنی. گفتم من بازی میکنم، من پیس کار نمیکنم. گفتن چرا؟ گفتم خب دوست دارم بازی کنم. گفتن نه، من گشتم یه پیسی از جان ژنه بود به نام دس واچ، نظاره مرگ، که البته یه برداشت دیگه ای هم آقای انور کرده بود به نام نظارت عالیه، اونم اجرا کرده بود قبلا، ولی اجرای آقای انور، ایرج انور، خیلی طولانی بود، بود 3 ساعت. اجرایی که ما کرده بودیم متن رو من خلاصه کردم، یعنی ظرفیت بیننده رو در نظر گرفتم و تو سالن اصلی بالای تئاتر شهر انجمن کار نکردیم. من گفتم که این نمیشه رو سالن اونجا کار کرد، 3 تا زندانیان تو یه زندان، این به این فضای اون تئاتر نمیخوره. بچه‌ای که تو انجمن ایران کار بودن گفتن که این پایین یه انبار هست، بریم ببینیم. ما رفتیم پایین پله‌ها، دیدیم که یه انباریه توش آتش‌خال و اینا. گفتم همینجا خوبه دیگه. آقای آب هم طراح ما بود، فریدون آب که نقاش معروفیه، طراح خوبی هم هست. گفتش که خب باشه، من اینجا یه بلک باکس میشد بهش گفت، شاید بشه گفت، چون
الان من فکرم رسید جزو اولین بلک باکس هایی بود که ما داشتیم. خیلی جالب بود. یعنی اونجا رو ما تبدیل کردیم به یه بلک باکس. سقفش هم شیروانی بود که وقتی بارون میامد صدای بارون تمرکز ما رو به هم میزد. بعد اونجا رو یه دیوار آجوری یه قفس درست کرده بود. ما پشت قفس یعنی سلولی زندانیم. تماشاگرم توی غور میشست و ما وقتی میرفتیم این تو دیگه نمیتونستیم بیای بیرون تا آخرش. درش بالا بود. یه پل یه نردبون آهنی بود که میرفت به سقف. زندانبان از اون سقف میامد پایین و ما از وقتی شروع میشد میرفتیم اون تو دیگه بیرون نمیتونستیم بیای. اینم نمایش بود که من کار کردم. چند تا نمایشی که ما اونجا تو کارگاه کار کردیم، یکی معلم من پایمن پیتر هندکه بود که یه کاری بود که بدون کلام بود. در واقع کلام با حرکت باید بیان میشد. یعنی مثلا یادم مثلا یه حرکت کوچولوی پای که انجام میداد یا حرکت دستی که انجام میداد این میشد یک جمله، یک عکس العمل. و طراحی خیلی زیبایی هم داشت. من نشسته بودم یه نیمه ماسک داشتم از اینجا به بالا با خوردن یه سیب آغاز می‌کردم. یه سیب کامل می‌خوردم و این صدای قرچ قرچ این سیب خودش یک صوتی بود و یه اکسیونی، یک عملی، خوردن یک سیب کامل در خونسردی کامل در حالی که جلوم یه تبر روی یک کندهی کوبیده شده بود. بعد خلاصه پیس یه کار تجربی بود. دوست داشتم محیط های تازه رو تجربه کنم، آدم های تازه رو تجربه کنم. همکلاسی هم آقای بابک بودن، مزیه برومند، خانم سوسن تسلیمی، بهروز بهنژاد، دیگه ناستین مجابی، همسر آقای مجابی تو اون کلاس بودن که الان نویسنده معروفی هستن برای خودشون. بهرام شاه محمدلو بود، هرمز هدایت هم بود. در کل اگر بگیریم آقای بیزایی هم بعدن اومدن. اولش دکتر ممنون بودن که آقای ممنون در واقع رئیس دپارتمان بودن. بعد دکتر رفیعی بعدن اومدن. استاد ممیز طراحی صحنه و اینا به من با ما درس میداد. موسیقی هم آقای ماردویان بود، سولفژ درس میداد. فضای دانشکده رو ما دوست داشتیم. اصلا یعنی من چون بچگی هم نکرده بودم برام محیط دانشکده یه جور مثل رسیدن به یه دوره کودکی بود، چون همش تو محیط کار و زحمت و اینا بودم. یعنی یه جور رهایی حس میکردم و خب شبا میرفتم کارگاه نمایش اجرا داشتم. کارگاه نمایش جایی بود که رپرتوار داشت. یعنی هفته مثلا دو شب معلم من پایمن اجرا میکردیم و دکور جمع میکردم. هفته دو شب آقای خلج گلدون خانم مشراهیم کار میکرد. همینجور تو رپرتوار مثلا بعدش مثلا جان نثار رو کار میکرد. پر طرفدارترین میده بیژن مفید در تاریخ تئاتر ایران یکی از پربیننده ترین تئاتر رو اجرا کرد که یکیش همون شهر قصه بود که هر جا میرفت تماشاگر دنبالش میرفت. یک ماه و خورده ای در تالار سنگلج اجرا کرد. دوباره سالن میکشتن که یه جایی انجمن ایران بانوان اینا تو خیابون بهار یه سالنی پیدا شد. این رفته اونجا تماشاگر دنبالش رفته بودن. خصلتش بود چون موسیقی رو خیلی خوب میشناخت، ریتم رو خوب میشناخت، بازی رو خوب میشناخت. بیژن مفید به نظر من یکی از استعدادهای خیلی درخشانی بود که من خیلی چیز ازش یاد گرفتم. آدمی بود که جامع واقعا بود، کارگردان خوبی بود، خوب میشناخت، صدا رو خوب میشناخت،
موسیقی رو خوب میشناخت، ریتم خوب میشناخت، تصنیفا رو خوب میدونست و کسی بود که موسیقی کار ایرانی میکرد. همون بود که من تا الان همش پیاس فرنگی کار کرده بودم با استاد سمندریان و دیگران و اینا. به من گفتش که خب یه کمی پیاس ایرانی کار کنیم. گفتیم آخه پیاس خوب که نداریم. گفت خب خودمون باید بسازیم دیگه. تو بهترین بازیایی که بکنی، فرنگی ها بهترینشو بازی کردن، پس تئاتر خودمون چی میشه؟ این یک سوال بزرگ بود برای من. من چند شب خوابم نبرد. گفتم تئاتر خودمون چی میشه پس؟ ما چطوری تئاتر ایرانی، تئاتر ملی خودمون رو پیدا کنیم پس؟ باید بریم روش کار کنیم دیگه. از اینجا گرایش من به کار کردن نمایشنامه ایرانی آغاز میشه. رضا قاسمی یه نمایش خودش نوشته بود، بهش اجازه دادن که کارگردانی کنه. ایشون هم همدوره ما بود تو دانشکده. بعداً موسیقی رو هم کار کرد با آقای شهرام ناظری. تو گل صدبرگ یه تیکه هم ایشون ساخته. که بعدها دو تا پیس ایرانی هم با ایشون کار کردیم بعدها، بعد از انقلاب. از استرینبرگ همون ترک‌پاره رو کار کردیم. بعد کالیگولا رسیدیم. مهمترین کاری بود که آر بی انجام داد به نظر من کالیگولای کامو بود، که کالیگولاش دوتا بود. یعنی این دو شخصیتی بودن کالیگولا که میگن اسکیزوفرنی داشت و فلان اینا، این رو با دوتا کالیگولا ما اجرا میکردیم. من بودم و صدالدین زاهد در جشن هنر تو تچره، اونجا که دوتا آرک داره. صحنه رو اینطوری چیده بود که یک راه روی دراو با دو تا تختی که داشت و تماشاگر رو بین اینا میشستن. و جالبش این بود که توی کالیگولا مطرح میشه که کالیگولا عاشق ماهه، که یه جا برمیگرده به هلیکون که دستیارشه، میگه که هلیکون خیلی ساده ماه رو به من بده. و ماه اون شب تو فول ماه کامل بالا سر ما بود، مثل اینکه مثلا میگه یه لیوان آب به من بده. به همین سادگی. کالیگولا یه جور دیوانگی داشتیه. مثلا تو تاریخ اسبش آورده بود تو سنا، میگفت اینم بسته بود تو سنا. یعنی میخواست همه چی رو به هم بزنه. یه جور آنارشیزمی توش بود که میخواست همه چی رو، میگفت اینا چرا اینقدر بیغیرتن؟ چرا اینقدر این پاتریسیانه ها اینا؟ من هر کاری میکنم عکس‌العمل نشون نمیدن. کارایی میکرد که بهش توهین میکرد بهشون که عکس‌العمل نشون بدن و نمیدادن. تو خود نمایش هست. این نمایش رو ما چند تا جشنواره بردیم. یک بار بردیم امریکای جنوبی، از کاراکاس شروع شد، یه فستیوال بود. یعنی اینا فستیوال با هم هماهنگ میکردن، که مثلا کاراکاس که تموم میشد فستیوال سان پائولو، ساو پائولو. بعد دو شب هم اومدیم ریو دو ژانیرو کار کردیم. گروه ما اینجا از هم جدا شد. علتش هم این بود که خسته شده بودیم از هم دیگه. میدونی یه مدت که آدم یه گروه ها میموندن با هم، از هم دیگه خسته میشدن، به دلیل اینکه هر روز هم دیگه رو هی میبینن، تکرار اتفاق میفته، چیز تازه‌ای در نمیاد. گروه ما هم که با آقای مانسیان بود، ما خودمون اسم میگردیم که یه نوعی احتیاج به یه تغییر مسیر داریم یا چیز اینا. اونا چند تا موندن. آقای اومانسیان تئاتر چارسو رو ساخت سال 54 55. از کارگاه نمایش جدا شد. اصلا ایشون تئاتر چارسو رو درست کرد. یعنی دیواراشو خودش با دستای خودش چیزایی میزد. گفت اینا چرا نمیفهمن، اینا گونه نیستن، اینا آکوستیک، برای آکوستیک. اصلا این چیزای گرون قیمتی هست. برای چون بودم موکت زده بودم بعدم به دیوار، چون نمیدونستن این چیکار کرده، چون بعدا گوش رفت دیگه. این تئاتر اون درست کرد، اونجا خیلی پیاس اجرا کرد. با خانم تسلیمی بود و با فردوس کاویانی بود و آقای زاهد بود. و بعد بازیگر مهمانم خانم لورتا رو دعوت کرد. یه جوری از خانم لورتا حمایت میکردن، برای اینکه به هر حال پیر شده بود و بعد میتونه سنوز بازی کنه.
و یکی از افتخارات من بود که من مدتی با خانم لورتا کار کرده بودم قبلا. یک زن دارای استایل خاص و یه جور بیان خاص که خاص خودش بود، مثل خانم روستا نیم بیان خاص خودشون داشتن اینا اون دوره. و بعد اینا گروه تشکیل دادن، دو تا مهمون داشتن تو گروهشون که همسر منم خانم ناهیده عرصباران جز گروه مهمانشون بود، خانم هلن افشانگلم جز بازیگرای مهمانشون بود که ایشون هم همسر محمود هاشمی بود. جوشش چند تا پیس اساسی با اونجا کار کردیم، یکی خاطرات و کابوس های یک جامدار از زندگی و قتل میرزا طهی‌خان امیرکبیر که دکتر رفیع خودش نوشته بود، یک مقدار زیادی بر اساس مستندات. مثلا من که سفیر انگلیس بازی میکردم، مثلا جزو مونولوگایی که میگفتم با سفیر روس، یکیش از این چیزهای مستند بود از تو کتاب ها در آورده بود. علی جان این که چیز نیست، دراماتیک نیست، گفت شما دیگه باید ترش بیارید. یعنی تو یک گفتاری که با سفیر روس اینگه اون میگفت من میگفتم اینا واقعا مستنداتی بود که آدم های انگلیسی اون دوره که تو ایران واقعا حکومت میکردن اینا رو نوشته بودن. خیلی هم چیزهای توهین‌آمیز نوشتن دیگه، مثلا راجع به ایرانی یا قضاوت های خیلی استعماری داشتن. ولی اون پیسه کار کرد، خیلی قشنگ بود، پیسه میگفتن پیسه خوبی بوده.